آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در پیامی به مناسبت روز جهانی برادری انسانی خواستار جلوگیری رهبران مذهبی از نفرت پراکنی و گسترش افرادگرایی در میان پیروان ادیان شد. وی در این باره گفت ارزش‌های مهربانی، درک سایر مذاهب و احترام متقابل تضمین کننده صلح هستند و جوامع ما را در کنار هم نگه می‌دارند، اما در سراسر جهان این ارزش‌ها با افزایش شکاف‌ها، گسترش نابرابری‌ها و ناامیدی و با افزایش سخنان نفرت‌انگیز، فرقه‌گرایی و نزاع تضعیف می‌شوند. او با اشاره به وضعیت افراط‌گرایی و عدم تحمل مذهبی در جهان امروز گفت واقعیت این است که نمونه‌های از افراط‌گرایی و عدم تحمل مذهبی را در همه جوامع و در بین همه ادیان مشاهده می‌کنیم. جلوگیری از استفاده از نفرت و به عنوان ابزار و خونسا کردن افراط‌گرایی در میان پیروان ادیان بر عهده رهبران مذهبی است. شیخ محمد تقی زاکری مشاور سازمان‌های حقوقی شیعه از واشنگتن با ما هستند. حاج آقا سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلام علیکم، حال شما خوبه ان شاء الله، وقت شما بخیر. عرض ادب. حاج آقا بفرمایید، ایده برادری انسانی از کجا نشأت میگیره و با آموزه‌های دینی چقدر تطابق داره؟ بفرمایید. سوال اول شما این است که سازمان ملل متشکل است از مجموعه نمایندگانی که از کشورهای مختلف در این ساختمان جمع میشن. یه چیزی رو حضرت آیت الله العظما صادق شیرازی همیشه در اون اصرار دارن و اون تبلیغ دینه. هنگامی که شما تبلیغ دین میکنید، به هر اندازه‌ای که توسعه بدید در مسئله تبلیغ، دیگران هم به همون اندازه از شما بهره میگیرن. رئیس سازمان ملل اون وقت که نامه آقا امیرالمؤمنین به مالک اشتر را به رسمیت شناخت و به عنوان نامه مهمترین و عادلترین حاکم در سازمان ملل براش نماد گذاشت و در همون نامه مالک اشتر حضرت فرمودن که انسان‌ها برادر همدیگه هستند، به وسیله خانومش این نامه را دریافت کرد. خانومش به وسیله کی دریافت کرده؟ به وسیله مجموعه مبلغینی که از جاهای مختلف ارتباط برقرار می‌کنند با نمایندگان سازمان ملل و به این طریق این نامه‌ها میرسه. پس بنابراین ریشه دینی داره. قرآن کریم و روایات اهل بیت به مسئله اخوت و برادری از سه دیدگاه نگاه میکنند. یک دیدگاه، دیدگاه خلقتیه، یعنی از نظر اینکه پدرش و مادرش، فرزندی که از این پدر و مادر باشه، برادر به حساب میاد. یک دیدگاه، دیدگاه انسانیه. آقا امیرالمؤمنین هم اشاره دارن که اما اخو لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق، پس دیدگاه انسانیه. و یک دیدگاه فکری و عقیدتیه که باز قرآن کریم داره انما المؤمنون اخوه. با این سه تا دیدگاه به مسئله نگاه میشه. سازمان ملل فقط جنبه انسانی رو گرفته و الان در این نامه و در این صحبت ها به این مناسبت استمداد می طلبه از روحانیت در هر دین و مذهبی که اینها سعی بکنن، تلاش بکنن برادری رو در جامعه حاکم بکنن، چون حکومت ها قائل به این مسئله نیستن. حکومت ها به هیچ وجه به این مسئله از دیدگاه انسانی بهش نگاه نمی کنن، از دیدگاه روابط به قصه نگاه میکنن. زلزله الان در ترکیه رو و سوریه رو نگاه بکنید، کشورهایی که اعلان هماهنگی کردن و گفتن ما حاضریم کمک بکنیم، یا روابط سیاسی دارن یا طمع سیاسی دارن. پس بنابراین سازمان ملل راهی برای انجام این کار غیر از روحانیت ادیان مختلف نداره. ما در شیعه و در اسلام
این مسئله برامون خیلی مهمه که همه انسان ها از دیدگاه انسانی با همدیگه برابره. ولذا اعتراض دارن خاندان شیرازی، اعتراض دارن به حکومت ها که چرا شما مسلمان ها را بیگانه می دانید. یعنی این که افغانی، هندی، عرب در ایران بیگانه است و فارسی زبان ایرانی در کشورهای عربی بیگانه است. حتی مثلا فرض کن عراقی که هم فکر و هم اندیشه تقریبا در یک درجه خیلی بالایی در صده بالایی هم فکر مردم ایران است، با این حال ایرانی در اینجا در عراق بیگانه است و عراقی در ایران بیگانه است. ولذا اتباع بیگانگان رسیدگی به کار اینها میکنه. پس بنابراین این روحانیتن که میتوانن با حرکتشون، چه حرکت حقیقی یعنی سفر بکنن به کشورهای مختلف و ارتباط برقرار بکنن با نمایندگان سازمان ملل، با نمایندگان حکومت ها، چه اشکالی داره که فرض بکنید یک روحانی که از عراق میاد در هر کشوری وارد میشه با رئیس جمهور اون کشور ملاقات بکنه، با نخست وزیر اون کشور ملاقات بکنه، فرهنگ اسلام رو برای اونها معرفی بکنه و به اونها برسونه. این که بعضی از کشورها این کار رو میگن این کار سیاسیه و روحانی حق نداره کار سیاسی بکنه، در حالی که روحانی مسئله سیاست مسئله صحبت و نوع صحبته. روحانی حامل افکار دینیه، حامل افکار اجتماعیه، باید این افکار رو به طبقات مختلف همون جوری که در حسینیه ظاهر میشه و سخنرانی میکنه، در مسجد ظاهر میشه و صحبت میکنه، همون جور هم باید بتوانه در پارلمان های مختلف ظاهر بشه و ایده و فکر اسلام رو معرفی بکنه. و این ایده ایست که خاندان شیرازی سالهای سال روی اون اصرار دارن و تکیه دارن. تشکر میکنم آج آقا از حضورتون در این برنامه. شیخ محمد تقی زاکری مشاور سازمان های حقوقی شیعه از واشنگتن با ما بودند.